گزارش بی بی سی فارسی از درون پایگاه عین الاسد، موشک‌های ایرانی به کجا اصابت کردند؟ چرا استعفای مقامات در جمهوری اسلامی ایران بسیار نادر است؟ و روایت بستگان 5 قربانی هواپیمای اوکراینی. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس در حمله پهپادی آمریکا در خروجی فرودگاه بغداد، ایران چندین موشک بالستیک را روانه دو پایگاه در عراق کرد که میزبان نیروهای آمریکایی هستند. بیشتر موشک‌ها به پایگاه هوایی عین‌الاسد در استان انبار اصابت کرد. خبرنگارمان نفیسه کوهنورد به این پایگاه رفته و میگوید بیشتر خسارت به تجهیزات هوایی آمریکا وارد شده. او با سربازان و فرماندهان آمریکایی درباره آن حمله و تدابیر امنیتی بعدش هم صحبت کرده. این فرودگاه در عراق به گفته آمریکایی‌ها نقشی در عملیات پهپادی برای کشتن قاسم سلیمانی نداشته. اما اینجا بود که هدف انتقام خواهی ایران شد. این محل برخورد یکی از موشک‌ها بوده. بیش از 10 موشک به اینجا پایگاه عین‌الاسد خورده. فرمانده‌های آمریکایی به من گفتن که دقت موشک ها بالا بوده و هدف اصلی به نظر فقط محل استقرار نیروهای هوایی و تجهیزات هوایی آمریکا بوده و بیشتر خسارت هم همینجا به بار اومده. این لحظه برخورد موشک ها به پایگاه، تصویری که یکی از سربازهای نیروی هوایی آمریکا گرفته. حمله 2 ساعت طول کشیده. فرماندهان پایگاه چند ساعت قبل هشدار حمله احتمالی را گرفته بودند، اما گویا کسی انتظار موشک باران را نداشته. میتونم صادقانه بگم که واقعا ترسناک بود. بین نیروها کسی چنین چیزی رو تجربه نکرده بود و ما واقعا نمیدونستیم چی میشه. بعد از اینکه هشدار رو گرفتیم، تمام طول شب به این فکر میکردیم چه اتفاقی میفته تا بتونیم براش برنامه ریزی کنیم. در زمان حمله وقتی در پناهگاه بودیم، هر بار که موشک ها میومد، موج انفجار همه ساختمون رو تکون میداد و در به شدت تکون میخورد و ما نمیدونستیم بیرون چه اتفاقی داره میفته. فقط نگران خودمون بودیم و دیگرانی که بیرون هستن. اگر فرمانده ها میدونستن که این موشک ها داره میاد، چرا اونها رو رهگیری یا منهدم نکردن؟ من واقعا نمیتونم درباره تصمیمی که در رده های بالا گرفته شد حرف بزنم، اما ما دستوری نداشتیم. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که ما اینجا در الاسد خودمون رو آماده کردیم و همه رو به پناهگاه فرستادیم و جانشون رو حفظ کردیم. اصلا میتونستین اونها رو رهگیری بکنین؟ نیروهای من چنین توانایی رو نداشتن. من پیاده نظامم، نه نیروی هوایی. و بازم میگم درباره اینکه چنین تصمیم هایی چرا گرفته شده یا نشده نمیتونم چیزی بگم. بیشتر نیروها ساعتی قبل از حمله زیر تاق‌های بتونی مثل این پناه گرفته بودند، اما نه آنهایی که پستشان هنوز تمام نشده بود یا کشیک بودند. اینجا یکی از نقاطیه که به شدت در این حمله موشکی آسیب دیده، خوابگاه نیروی هوایی آمریکا بوده و خیلی از سربازها به ما گفتن که فقط چند دقیقه فرصت داشتن خودشون رو به پناهگاه برسونن. اگر احتمالاً آمریکایی‌ها اون هشدار رو دریافت نمی‌کردن، خیلی از همین سربازهایی که ما باشون صحبت کردیم میتونستن کشته بشن. اینجایی که ما هستیم اتاق من در اردوگاه ایکس بود، جایی که من در اون میخوابیدم. هر وقت کار نمی کردم از همینجا با خانوادم حرف می زدم. موشک دقیقا خورده اینجا و این چیزیه که از اون باقی مونده. درست قبل از اینکه دور اول موشک ها اصابت کنه، ما پیامی به کامپیوترمون ارسال شد که میگفت موشک به سمتتون شلیک شده. این تقریبا 2 دقیقه قبل از موشک های اول بود. من در پناهگاه نبودم و در اتاق عملیات بودم، فقط روی زمین دراز کشیدیم.
You know, we just kind of sheltered in place, got on the floor. اینکه پیش از حمله خبر به آمریکایی‌ها رسیده بود، به این تعبیر شد که ایران موشک‌ها را به قصد کشت شلیک نکرده. آنها که آن شب را تجربه کرده اند اما روایت دیگری دارند. They targeted living quarters. They targeted known structures that were occupied. اونا خوابگاه‌ها را زدند. جاهای مشخصی که همیشه پر سرباز بود و هدف قرار دادند. برای همین فکر نمی کنم که اونا واقعا از کشتن ابایی داشتن. اینکه ما اون شب تلفاتی نداشتیم کاملا یه معجزه بود. یه چیز دیگه میخوام بهت بگم، اینکه اونا طوری حمله رو سازماندهی و شلیک‌ها رو برنامه‌ریزی کرده بودن که بینشون فاصله بود. برای اینکه بعد از شلیک اول یک فاصله طولانی بود که ما رو بیرون بکشن. ما هم همش بین خودمون صحبت میکردیم که آیا تموم شد؟ بریم بیرون. یعنی فکر میکنین میخواستن فریبتون بدن؟ بله بله، فکر میکنم اونا میخواستن بین حمله اول و بعدی زمان کافی بگذره که ما بیرون بیاییم و محل حادثه و کشته های احتمالی رو بررسی کنیم تا همون موقع موج دوم حمله بیاد، و این به نظرم کاملا عمدی بود. همه چیز به سرعت در این پایگاه که یکی از مهمترین مراکز فرماندهی عملیات مشترک نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق بود، در حال تغییر است. من و همرزمم خودمون رو به زمین انداختیم و انفجار خیلی خیلی بزرگی رو حس کردیم. همه چیز خیلی خیلی سریع اتفاق افتاد. پیش خودت فکر میکنی که امیدوارم موشک بعدی روی من نیفته. هر چیزی از ذهنت میگذره. من با این ذهنیت اومدم که به خاطر جنگ با داعش این جنگ. اما بعد از 2 ماه از شروع ماموریتم متوجه شدم که نه، کسای دیگه ای هم وجود دارن. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا حالا عملیات بر ضد داعش را متوقف کردند. میگویند پایگاه‌هایشان همچنان در خطر حمله راکتی یا موشک‌هایی است که ممکن است شبانه از سوی نیروهای نزدیک به ایران به سویشان شلیک شود. سال قبل که به اینجا آمده بودم، با اینکه جنگ علیه داعش هنوز ادامه داشت، من گفتن که این پایگاه کاملا امنه و نیازی به پوشیدن جلیقه ضد گلوله وجود نداره. اما الان تمهیدات امنیتی کاملا فرق کرده و از 6 عصر تا 6 صبح باید در محوطه حتما جلیقه ضد گلوله بپوشین. اون حس امنیت به نوعی اینجا از بین رفته. به رغم تهدیدها، میزبان آمریکایی من در پایگاه موقع فیلم برداری این تصاویر تاکید میکرد که این نقل و انتقال سربازان عادی است و فعلا آمریکا قصدی برای خروج نیروهایش ندارد. این در حالی است که گروه هایی که بیشترشان نزدیک به ایرانند هشدار میدهند اگر آمریکایی ها از اینجا نروند، هرچه دیدند از چشم خودشان دیدند. شرایطی که نشان از روزهای پر التهاب تر آینده در عراق دارد. نفیسه کوهنورد، BBC، پایگاه عین الاسد. بیش از 1 هفته از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در پی شلیک 2 موشک سپاه پاسداران گذشته، اما همانند بسیاری از حوادث دیگر در ایران، هیچ مقامی به نشانه پذیرش مسئولیت از مقام خود کنارگیری نکرد. کیوان حسینی نگاهی دارد به حوادث مشابه در گذشته و غیبت همیشگی استعفاهایی که از نگاه برخی مسئولان توصیف می شوند. من خدای بزرگ را به شهادت میگیرم دوست داشتم داخل این هواپیما باشم و با اینها سقوط کنم و بسوزم. همین سردار و هم این سردار. واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه ای رو شاهد نبودم. هر دو برای این حادثه آرزوی مرگ کردند، اما استعفا نه. نه بابا، حالا هر چی باشه. خواسته ای که برخی معترضین بر آن پا می فشارند، آن هم نه استعفای فرماندهان سپاه، بلکه استعفای رئیس این فرماندهان. استعفا، استعفا، رئیس کل قوا، استعفا، استعفا، رئیس کل قوا.
واقعا متاسفم از این. استعفا به معنی پذیرش اشتباه از نادرترین واکنش‌های مقام‌های مسئول در ایران است. استعفای خودم بنده تقدیم کردم و خوشبختانه همین در راه که می اومدم. این استعفا واکنش مدیرعامل راه آهن ایران بود به برخورد دو قطار و کشته شدن 45 نفر و مجلس خبرگان رهبری بود. یا این فرد قربان علی دوری نجف آبادی که بعد از فاش شدن قطعهای زنجیره‌ای به دست ماموران وزارت اطلاعات از مقام خود به عنوان وزیر اطلاعات استعفا کرد. ماجرایی که در نهایت مانع نشد تا او به فعالیت سیاسیش پایان دهد یا برای انتخابات خبرگان نامزد نشود. اما مواردی مانند استعفای قربان علی دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات یا محسن پور سید آقایی مدیر عامل راه آهن مواردی استثنایی در عمر 40 ساله جمهوری اسلامی هستند. در عوض در دهه‌های اخیر فهرست بلند بالایی از وقایعی وجود دارند که انتظار استعفا در افکار عمومی شکل گرفته اما از استعفا خبری نشده. از کهریزک شروع کنیم. جایی که بازداشتگاهی تأسیس شد و در جریان اعتراض‌های سال 88 دست کم 3 تن از معترضان در آن کشته شدند، اما به رغم افشای ماجرا و دستور پیگیری رهبر ایران هیچ کس استعفا نکرد. این در حالی بود که ماجرا به شکل کم سابقه‌ای در تلویزیون دولتی ایران هم بازتاب داشت و شکنجه بازداشت شدگان از سوی مراجع رسمی تایید شد. در آن زمان اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به دلیل آنچه رخ داده عذرخواهی کرد، اما استعفا هرگز. وضعیتی کم و بیش مشابه 10 سال بعد رخ داد در جریان اعتراض‌های آبان ماه 98 که به گفته سازمان عفو بین الملل بیش از 300 نفر کشته شدند و به گفته برخی منابع مانند خبرگزاری رویترز تعداد قربانیان به 1500 نفر هم میرسد. این بار نه از عذرخواهی خبری بود و نه از استعفا. جرقه اعتراض ها را گران شدن بنزین زد، اما این اعتراض ها خیلی زود سمت و سوی ضد حکومتی پیدا کرد. آمار کم سابقه تعداد کشته شدگان حتی با رویه سابق حکومت کنونی ایران نیز قابل مقایسه نبود، ولی هیچ کس استعفا نکرد، نه در مجلس، نه در دولت و نه در قوه قضاییه. اما همیشه تعداد بالای کشته شدگان به انتظار استعفای مقامات در افکار عمومی دامن نزده. در ماجرای حمله به کوی دانشگاه تهران بر اساس روایت رسمی 1 نفر کشته شد. این بار وزیر علوم استعفا کرد اما با استعفایش مخالفت شد. در جریان حمله کوی استعفا شاید کمترین خواسته دانشجویان بود. بی سابقه بودن حمله به بی سابقه بودن اعتراض ها انجامید. مصطفی معین وزیر وقت علوم می گفت که استعفا کرده ولی رئیس جمهور نپذیرفته. در میان نیروهای انتظامی و سپاه که عاملین حمله بودند هم اصولا کسی صحبت از استعفا نکرد. و درخواست استعفا همیشه سمت و سوی تند سیاسی هم ندارد، مانند حادثه انفجار قطار نیشابور که با 320 قربانی بزرگترین سانحه ریلی کشور لقب گرفت، اما برخلاف فشار شدید رسانه‌ها و افکار عمومی هیچ کس استعفا نکرد. در این سانحه که در سال 82 اتفاق افتاد، اکثر قربانیان کسانی بودند که برای تماشای دو قطار تصادف کرده جمع شده بودند. اما انفجار به مرگ آنها انجامید. سانحه‌ای که به گفته منتقدین بی‌توجهی به پیش پا افتاده ترین اصول کمک رسانی و امداد و مواجهه با حوادثی از این دست، تعداد قابل توجهی کشته بر جای گذاشت. اما مسئولی با استعفا مسئولیت بر عهده نگرفت. وضعیت کمابیش مشابهی نیز در جریان آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان معروف پلاسکو در تهران شکل گرفت. در این حادثه 21 تن کشته شدند. قربانیان پلاسکو عموماً آتش نشانانی بودند که در هنگام ریزش ساختمان درون آن حضور داشتند. از فساد شهرداری در اجرای مقررات ایمنی آتش نشانی تا اشتباهاتی که به مرگ آتش نشانان منجر شد به موجی از درخواست استعفا دامن زد. این بار شهردار وقت تهران هدف انتقاد بود، اما او نیز کوتاه نیامد. آتش سوزی در مدرسه‌ای در شیناباد در آذربایجان غربی یکی دیگر از حوادثی بود که افکار عمومی ایرانیان را تحت تاثیر قرار داد، با 2 کشته و 10ها کودکی که در آتش آسیب دیدند. من میخوام موسیقی بزنم اما نمی‌تونم. نه وزیر آموزش و پرورش یا معاونینش که حتی مدیران منطقه‌ای، استانی و محلی آموزش و پرورش هم به نشانه پذیرش مسئولیت از مقام خود کناره‌گیری نکردند. این صفحه پیکرهای قربانیان پرواز 752 هواپیمایی اوکراین نیز به انتظار مشابهی دامن زد. اینکه کسی با استعفایش نشان دهد که مسئولیت اشتباهی تا این اندازه مرگبار و بی سابقه را به عهده می گیرد.
اما با گذشت یک هفته از این سقوط فاجعه بار، ظاهراً این سانحه نیز به فهرست بلند بالای حوادثی اضافه خواهد شد که در آن از استعفای مسئولانه خبری نخواهد بود. کیوان حسینی، بی بی سی. کشورهای همسایه ایران با دقت و نگرانی تحولات ایران را دنبال می‌کنند. ترکیه که همسایه ایران و عراق است، از گسترش تنش میان ایران و آمریکا در عراق نگران است و از سوی دیگر بی‌ثباتی سیاسی در ایران برایش نگران کننده است. خشایار جنیدی درباره این نگرانی‌ها گزارش می‌دهد. رجب طیب اردوغان در حال گسترش نفوذ منطقه‌ایش، ترکیه با نزدیک شدن به روسیه برای تبدیل خود به قطب انتقال انرژی در اروپا تلاش می کند و در پی نفوذ سیاسی در لیبی است. همزمان نگرانی هایی هم دارد. بی ثباتی در ایران و گرفتار شدن عراق در آتش تنش میان ایران و آمریکا. جمهوری اردوغان اعتداله چاران. رجب طیب اردوغان میگوید منطقه به اندازه کافی خسته است و نیازی به خونریزی بیشتر در آن نیست. برای همین میگوید ترکیه آماده است هر چه میتواند برای کاهش تنش را انجام دهد. احتمال جنگ میان آمریکا و ایران برای همه ترسناک است. سوء قصد آمریکا به جان قاسم سلیمانی واکنش منفی دولت ترکیه را به همراه داشت و حملات موشکی سپاه به نظامیان آمریکایی در عراق نگرانی‌های زیادی را در این کشور ایجاد کرد. در نزد سیاستمداران دولت ترکیه فرق نمی‌کنه، حتی حزب حاکم باشه یا حزب مخالف، ثبات و امنیت در مرزهای ایران و کلا در داخل ایران، ثبات و امنیت به معنای ثبات و امنیت در ترکیه تلقی میشه. ترکیه در پی کاهش تنش بین ایران و آمریکاست و آقای اردوغان وعده داده تلاش کند از همه کانال‌های دیپلماتیک برای پیشگیری از تنش بیشتر استفاده کند. عراق آمریکایا 10000 کیلومتردن دا فازله. فراموش نکنیم عراق 10000 کیلومتر از آمریکا فاصله دارد. ایران همین جاست. هر دو کشور هم مرز ترکیه‌اند. برای رئیس جمهوری ما برقراری ثبات در کشور خودش مهم است. برای همین فکر می‌کنم اولویتش جلوگیری از تشدید تنش میان ایران و آمریکا و کاستن از آن در حد امکان است. پلیتیکاسی oldu diye düşünüyorum. کارشناسان بین اصلیستن که تنش اخیر بین ایران و آمریکا فرصت مناسبی برای ترکیه هستش که بتونه با استفاده از تمامی ابزارهای دیپلماسی نقش فعالی در معادلات منطقه ایفا بکنه و بتونه با کاهش تنش هم اثر خودش رو به عنوان قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه افزایش بده و هم از تنش و هر گونه درگیری که امنیت داخلی ایران ترکیه هم تهدید میکنه و اقتصاد این کشور هم تهدید میکنه بتونن جلوگیری بکنن. ایران و ترکیه دو رقیب تاریخی هستند. تضعیف ایران جایگاه منطقه‌ای آنکارا را در برابر تهران تقویت میکند. افزایش تنش با آمریکا و سرگیری تظاهرات در ایران حکومت آن را ضعیف کرده که میتواند فضای مانور رجب طیب اردوغان را در منطقه افزایش دهد. خشایار جنیدی، بی بی سی، استانبول. شمار زیادی از سرنشینان هواپیمای اوکراینی که در ایران سرنگون شد شهروندان ایرانی کانادایی بودند و از روز حادثه تا کنون چند مراسم یاد بود برای آنها در شهرهای مختلف برگزار شده، از جمله در دانشگاه‌هایی که بعضی از این قربانیان در آن تحصیل کرده بودند. در دانشگاه تورنتو هم هفته گذشته با حضور رئیس این دانشگاه گرد همایی رسمی برای 6 دانشجوی درگذشته در این حادثه برگزار شد. بهمن کلباسی با این جمع و خانواده و دوستان 5 مسافر دیگر این پرواز مرگبار گفتگو کرده. عصر غم‌زده دانشگاهی که 6 دانشجوی برجسته ایرانی کاناداییش را به یک باره در پرواز هواپیمای اوکراین از دست داد و حالا راه کمی التیام دور هم آمدن دوستان، همکلاسی ها و استادان آنهاست. چون ستاره از مرشگاه
چه کنم که بسته پایم به کجا که میشه تا سوگ استاد برای دانشجوی دکترایی که میگوید از بهترین ها بود. طور خاص محمد امین اینجا دانشجوی دکترای علوم کامپیوتر بود، از سال 2017 تو گروه من کار میکرد. کارش طراحی کنترلر برای نسل بعدی اینترنت بود. بسیار آدم متواضع، بسیار آدم آروم و در این حال بسیار آدم موفق از نظر علمی. کاری که داشت میکرد کاری بود که اثر خیلی بلند مدتی میتونست داشته باشه روی آینده اینترنت. در گوشه دیگر شهر دوستان سالیان و سال خانواده‌ای که 4 عضوش را از دست داده در ناباوری به عزا نشستند. 5 سالش بود صوفی. شون در تماس بودیم؟ باشون ندارم. گفت 4 تا گلم از دست دادم. گفت سهندم، الوندم، نگارم، صوفی، نگارم، هم اسم عروسش رو میگفت. خیلی باور نکردنی بود. سنگینه خیلی، میدونی؟ خیلی سنگینه. اتفاق گلد. عجیبیه. این که چجوری این هواپیما صعود کرده، آیا فرقی به حالت آدم میکنه؟ فرق میکنه. چه فرق؟ ببین خب، اتفاق پیش میاد، آدم راحت‌تر میتونه بپذیره که یه اتفاق حالا نقص فنی یا هر چیزی ممکنه پیش بیاد، مثلا هر کسی پیش بیاد و خیلی دردناکه. ولی اگر که اشتباه بوده باشه و یه چیزی که به راحتی میشه جلوش رو گرفتون، شرایط سخت باید فرودگاه ها تعطیل میشد، میدونی به راحتی میتونست این اتفاق جلوگیری پیدا بکنه. این خیلی سخت‌ترش میکنه. سختی مضاعفی که فرزندان یک قربانی دیگر سقوط هواپیما، نیلوفر صدر حاجست جوادی، نمیخواهند به آن فکر کنند. مادری که نه به خاطر شهرت پدرش احمد صدر حاجست جوادی وزیر دادگستری دولت مهندس بازرگان، که به سبب عشقی که به همه اطرافیانش میورزید جایش بسیار خالی است. عشقی که تو وجود مامانم بود بی نظیر بود، یعنی احساس میکنم استثنایی بود. منم 2 بچه دارم، گاهی عصبانی میشم با بچه هم. مامانم همیشه میگفت نه آسی، عشق رو باید عشق انتخاب کنیم. در اون هیچ جای سوالی نبود، یعنی هیچ آلترنتیو دیگه وجود نداشت. چطور میتونی عصبانی باشه؟ و این برخوردش با همه بود. احساس میکنم هر جایی که رفت، از هر جایی که گذر کرد، از هر شهر، کشور، کامیونیتی، اصلا این عشقش گرم میکرد فضا رو و همه اینو تایید میکنن. پیغامایی که میخونی و توصیفایی که دوستاش و دوستامون ازش میکنن اصلا حد دلگرم میکنه آدمو، که میگم خوش به حالش، کاش بتونم اون لگسیش رو حفظ کنم و ادامه بدیم. چطور میشه؟ و این سوال خیلی برم پیش میاد. فکر میکنم عشق خالص بود. به خاطر کاری که توی این گالری خاله من میکرد مامان چند سال، اصلا ما موندیم که چقدر آدم دارن همینجوری رو فیسبوک و سوشال میدیا پست میکنن، اصلا ما نمیشناسیم اینا رو. اصلا میگم اون واسه خودش اصلا جدای از با بزرگم و ما و فامیل نیکنام و سر، اون اصلا واسه خودش نیلوفر سر اصلا یه یکی از دوستان توی مراسم تهران خونه پدر بزرگم دیشب حرف زده بود، یه حرف قشنگی که زد که منم بهش فکر میکنم. خب این فاجعه خیلی بزرگیه برای همه ایران و دنیا و کانادا و همه داریم براش عزاداری میکنیم. این خانم تو حرفاش میگفت من مطمئنم نیلوفر توی هواپیما همون چند لحظه ای هم که ترسی بوده، مطمئنم داشته مادری میکرده تو هواپیما واسه مسافرهای دیگه. مادر من همیشه میگه من تو هواپیما خیلی آرومم. براش 2 اتفاق اینطوری افتاده، یه دفعش خیلی شدید بوده ولی رد کردن و به مقصد رسیدن. و همیشه من میگه سهم من خیلی آروم بودم. اینو من هی میاد تو مغزم و احساس میکنم
فکر میکنم آروم بوده اگه چیزی فهمیده اگه و اینکه با نمیدونم چند نفر دیگه 176 با 176 نفر دیگه تنها نبوده با هم رفتن با هم بودن با هم رفتن با هم رفتنی که مسئولیتش را حالا مقام‌های نظامی ایران به عهده گرفتند و بر بار اندوه فامیل، دوستان و همکاران قربانیان افزودند. بازماندگانی که سعی می‌کنند یاد عزیزانشان را سال‌های سال زنده نگه دارند. بهمن کلبوسی، بی بی سی، شهر تورنتو. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد بدرود.